درود بر شما. با 180 ثانیه دوشنبه 25 تیر ماه همراه ما باشید. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج در خصوص پرونده‌ای که در طول دوران تحمل حبس علیه او گشوده شده به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شد. بر اساس گزارش هرانا این حکم به صورت غیابی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج و در روزهای اخیر به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید هم‌اکنون 40 شهر ایران درگیر بیماری تب دنگی هستند. وی با بیان اینکه اکنون مبارزه با این بیماری حداقل در 87 نقطه کشور در جریان است گفت همه‌گیری ایجاد شده این بیماری مانند اپیدمی اخیر در کشور بنگلادش می‌تواند انفجاری باشد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد که سفارت این کشور در ایران در یک نشانی جدید فعالیت خود را از سر گرفته و سفیر و کارکنان آن به تهران بازگشتند. سفارت جمهوری آذربایجان 7 بهمن سال 1401 هدف حمله یک فرد مسلح قرار گرفت که در نتیجه آن یکی از کارکنان سفارت کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در پی این حمله روابط 2 کشور رو به وخامت گذاشت. شورای اروپا امروز دوشنبه تحریم‌های جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت نظامی از حمله روسیه به اوکراین و همچنین حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ تمدید کرد. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های حکومت ایران به مدت 1 سال و تا 27 ژوئیه 2025 تمدید شده است. پس از تیراندازی به سمت دونالد ترامپ هنگام سخنرانی، گروهی از قانونگذاران جمهوری‌خواه انگشت اتهام را به سمت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گرفتند. نزدیک به 12 قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکا در مورد نقش داشتن جو بایدن و دموکرات‌ها در تحریک جوانی که شامگاه شنبه اسلحه‌اش را به سمت ترامپ نشانه گرفت، اتهام‌هایی را مطرح کردند. بسیاری از آنها به اظهار نظر بایدن هنگام تماس تلفنی با حامیان مالی دموکرات‌ها در هفته گذشته اشاره می‌کنند که بایدن در آن گفت من یک وظیفه دارم و آن شکست دادن دونالد ترامپ است. کاملاً اطمینان دارم بهترین فردیم که می‌توانم این کار را انجام دهم. زمان آن رسیده است که ترامپ را هدف قرار دهیم.